شاگرد عزیز و نهایت گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما و شما به سلسله تدریس مضمون تاریخ صنف هشتم قرار داریم. در درس‌های جلسات قبلی شما از ابتدا از حملاتی که بالای افغانستان میشد از طرف ازبکا و دیگه حکومت ساسانی ها شما او را خواندیم و البته حکومتی که در افغانستان حکومت اسلامی ایجاد میشه و بعد از او حکومت های عباسی یموی و قیامایی که بازد از اونا میشه شما او را خواندید. در درس فعلی ما شما سه حکومت می خوانیم که بالای افغانستان البته در قرون وسطی و جدیده بالای افغانستان صورت گرفته و حکومت ها را می خوانیم: مغولان، آل کرت و تیموریان. این سه حکومت در افغانستان بوده، در کدام مناطق بوده، چگونه بوده، چگونه ایجاد شده، چگونه از بین رفته. حکومت مغولان، مغولان در اصل از یک کشوری هستند به نام مغولستان، در قسمت شمال چین است. مرکز از او به نام اولان باتور است و یک جلگه ای است که دائم سرسبز. اکثریت حیواناتی که در مغولستان است اسب است، به صورت اهلی و وحشی. البته این مردم قبایل کوچی بیشتر دارند. در طول تاریخ اینا بیشترین اسب تربیه میکردند و از اسب استفاده میکردند. قبل از سال 1206 میلادی در مغولستان کدام حکومتی وجود نداشت، به شکل قبیلوی زندگی میکردن. بالاخره در سال 1206 قبل از میلاد، زمانی که یسوکای بهادر فوت میکنن، میموره اینجا بچی ازی به نام تیموچین رهبر قبیله از امینا میشه. تیموچین زمانی که رهبر قبیله میشه، ایرا باز ما شما به نام چنگیز خان میشناسیم. تیموچین پسر یسوکای بهادر است. زمانی که به قدرت میرسه ای ابتدا قبایل جلایر و قنقرات و چندین قبیله بزرگ مغول با هم یک جای میکنن. قبایل که یک جای میکنه یک حکومت بسیار قوی میسازن. البته در این زمان در افغانستان یک حکومت قوی به نام خوارزم شاهیان وجود داره و بین زینا یعنی چنگیز از محمد خوارزمشاه میترسن، محمد خوارزمشاه از چنگیز، چون هر دوی از قدرتمند است. اما زمانی که چنگیز خوارزمشاه یک جاسوس روان میکنه به دربار چنگیز که برو ببینی مردم چه قسمی مردم است. اونجا که میره، وقتی که وحشت از اونا رو میبینه، امی که مثلا مجرم چگونه جزا میته، امی مسائل وحشت که میبینه، که یعنی اونو به شکل بسیار فجیع کسی را مثلا مجرم هم میکشن، پس که میه به دربار خوارزمشاه و خوارزمشاه میگن که اونو اصلا هیچ انسان نیست، چیزی دیگه است. خب یعنی بیشتر کوشش میکنه امتیاز بگیره، امیخ چنگیز در نظر خوارزمشاه یک چیزی دیگه جلوه میتن. زمانی که مغلا تصمیم میگیره جاسوس های خود به دربار خوارزمشاه روان کنه، اینجا 1000 کاروان به طرف شهر اطرار روان میکنن که جزء امپراتوری خواهرانی خوارزمشاهیان است. زمانی که خوارزمشاه خبر میشه که به طرف شهر اطرار یک کاروان مغولی میه، اونا میگه حتما به تسخیر آمده. دوباره دستور میده حاکم شهر اطرار محمد خوارزمشاه که این کاروان کل افرادش از بین ببر و کاروان ضبط کو. زمانی که ضبط میکنه کاروان، اینجا چنگیز تعجب میکنه، من خب به جنگی روان نکرده بودم. دوباره دو تا جاسوس دیگر روان میکنه، میگه برو خوارزمشاه را بگو چرا این کار کردی. زمانی که اونا در داخل قصر اعلان میشه که دو نفر مغولی آمده، دوباره اینا همون دو نفر جاسوس همون مخبر از اون را دوباره میکشن. این گپ باعث میشه که چنگیز یعنی حس انتقامجویی به وجود بیاد وجودش و این افتدا تقریبا در حدود 100000 عسکر به طرف افغانستان روان میکنه، اما از مجموع مغلا 2 میلیون دیگر آماده میکنه. این عساکر زمانی که به طرف افغانستان حمله میکنه، محمد خوارزمشاه بدون جنگ فرار میکنه و افغانستان با 150000 عسکر منظم میکداره اعلام میکنه. مغلا وقتی که داخل افغانستان میشه، اول شمال افغانستان میگیره، بعدا به طرف کابل، به طرف بامیان، شهر غلغله بامیان و ایران میکنه، به طرف میرن، به طرف ایران. از جمله یکی از خسارات فرهنگی که به ما میرسانه کشتن شیخ فریدین عطار نیشاپوری است، به قتل میرسانه و بعدا میره به طرف ترکیه و به طرف روسیه. البته بزرگترین امپراتوری را این مغلا در اینجا میسازن
و چنگیز به خاطر اداره حکومت خود یک قانون میسازه به نام قوانین یاسا، که قوانین یاسا بعدا گم میشه که او رو باز بود یک شکل سریال جور کردن در این سریال آسمان که قوانین پس پیدا میکنه و قوانین مغلا است. بعد از این سال 1220 که به طرف شهر قطرا حمله میکنه، این حملات چنگیز شروع میشه و تا قسمتی از چین، افغانستان، ایران و قسمتی از روسیه و تمام اینمی کشورهای آسیایی را این تسخیر میکنن. بالاخره چنگیز در سال 1225 زمانی که به طرف مغولستان دوباره برمیگرده او در اونجا فرق میکنه و میمورن. بعد از او یکی از کماندانش به نام هولاکا خان است که در سال 1258 امپراتوری عباسی را که یکی از امپراتوری اسلامی است ایران از بین میبره. البته چنگیز تعداد اولادش معلوم نیست و تعداد ازدواجی که کده زنای زیان معلوم نیست و طبق تحقیقاتی که صورت گرفته در شرق آسیا از لحاظ ژنتیک در هر سه شخص یک شخص از او از لحاظ ژنتیکی به اصطلاح نواسه چنگیز حساب میشه، چون که به او اندازه مثلا تعدد زوجات در بینشان بوده. و دومی که اینا زمانی که چرا در جنگ ها موفق میشد، وقتی که در جنگ اینا حمله میکردن اولین کارشان برهنه کردن زنان بود، قتل اطفال، یعنی امو فجیع ترین کشتار در خاصیت چنگیزی ها بود. و از این خاطر حکومت هایی که خیلی قدرتمند بود در مقابل از اینا استادگی نمیتونست، اما یک شخص بود که در مقابل چنگیزی ها یا مغلا استادگی میکرد، او جلال الدین محمد خوارزمشاه. بچه محمد خوارزمشاه، جلال الدین چندین بار برای از این حمله کرد، یکی عملاتش در قسمت جبل سراج بود که بازش دوباره به پشاور فرار کرد و بالاخره جلال الدین هم در مقابل از اینا تاب و توانش از دست داد، چون که کثرت عساکر چنگیز نظر به تمام عساکر زیاد بود و دیگر روحیه جنگی عساکر چنگیز بالا بود. خب حکومت بعدی که در افغانستان بود آل کرد بود. آل کرد اینجا زمانی که اینا به افغانستان میره کسی به نام ملک شمس الدین، او چی میکنه؟ او میره به مغولا میگه که من از تو اطاعت نکنم، بنام میره به طرف پنجاب و بلوچستان و هند به طرف سند و این حکومت ها رو به چنگیزی ها متعلق نکنه، یعنی در کل طرفدار مغولا بوده، کدام حکومت مستقل نداشته. و حکومت تیموریان، تیمور در شهر سبز یا کش در سمرقند تولد میشه. تیمور خودش نواسه جوجی بود، جوجی باز نواسه چنگیز بود، یعنی ای هم نواسه چنگیز بود و دانام تیمور لنگ یاد میشه. تیمور ابتدا وقتی که حکومت خود میسازه ایران، روسیه و هند میگیره و بعد از اون امی هر قدر حکومت هایی که از مغلا باقی مانده تمام از او را تسخیر میکنه و بعد از چنگیز بیشترین کشتار امی تیمور کرده. و تیمور خودش حافظ قرآن کریم بوده، مسلمان بوده و تیمور دیمور لفظ ترکیز به معنی آهن معنا میده. در زمانی که در سال 1404 میلادی فوت میکنه، بعد از این حکومت از این بین شارخ میرزا و حسین بایقرا تقسیم میشه. شارخ میرزا در خراسان و حسین بایقرا هیرات میگیره. در زمان حسین بایقرا در هیرات خیلی مسجد هیرات جور میشه و مرکز فرهنگی میشه. مولانا عبدالرحمن جامی، سید قاسم انوار و اینمی شاعرها در دربار ازی زندگی میکنه. در زمان ازی هیرات به موج فرهنگی خود رسیده بودن. و این بود درس امروز ما شما. مغولان، آل کرد و تیموریان در کل اینا بیشترین ضرر به افغانستان رسانده و اینا در زمان از این افغانستان به یک مرکز فرهنگی تبدیل شده بوده، بخصوص در زمان حسین بایقرا. خوب شاگرد عزیز، امیدوار هستم از درس امروز شما چیزی را مخته باشین. تا جلسه بعدی شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. شاد و موفق باشین.